بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. برادران و خواهران گرامی و معنوی و خداییم عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوار هستم که لحظات شما نورانی و با یاد خداوند قرین سعادت و خوشی ها باشد. نکاتی از قرآن را به بحث می گرفتیم، رسیدیم به این که آیات اول سوره بقره می گوید این کتاب کتاب هدایت است برای آنانی که اهل تقوا هست. اوصاف متقین را برمی شمارد. متقین خصوصیات دارد. اولین خصیصه مؤمن ایمان به غیب است، الذین یؤمنون بالغیب. دومین خود خصیصه اهل تقوا اقامه الصلاة هست و یقیمون الصلاة. و سومین خصوصیه اهل تقوا انفاق است و مما رزقناهم ینفقون، از آنچه خداوند به انسان رزق و روزی کرده است و داده است انسان انفاق کند. انفاق یک مسئله کوچکی نیست برادران و خواهران، یعنی به پایه ایمان به غیب، به پایه نماز انفاق و اهمیت داده شده است و جزوی اوصاف متقین شمرده شده است. متاسفانه ما انفاق را جدی نمیگیریم، همواره در پی مالندوزی دنیا هستیم، در پی این هستیم که بر اساس اون طبیعت خودمان هر چیز را برای خود بخواهیم. ما یک طبیعت داریم و یک فطرت داریم. فطرت بعد غیبی و قدسی و خدایی انسان هست، بعد عقلانی و روحی انسان هست و طبیعت بعد جسمانی و حیوانی انسان هست. طبیعت انسان می طلبد که خلق الانسان هلوعا، انسان حریص است، هر چیز را برای خیش می طلبد. تمام عالم را هم اگر به یک انسان بدهید بازم میگه هل من مزید، بیشتر، آیا بیشتر هست؟ بازم بیشتر میخواهم. سیری ناپذیر است مال دنیا برای اهل دنیا. اهل دنیا از مال دنیا سیری ندارند، اما این طبیعت آدمی این است. اما اون بعد خدایی انسان، اون بعد فطری انسان این است که انسان دارای اوصاف الهی است و خداوند متعال اهل جود و کرامت هست و انسان مؤمن اهل جود هست، اهل انفاق هست، اهل این است که به دیگران نور و برکت و سعادت و خوشی برساند و مال و منالی که خداوند متوجه انسان می کند آن را برای خود نداند، نگوید من بودم بر اساس زحمت و توانایی و استعداد خودم این خانه، این مال، این مقدار زراندوزی متوجه من شد و من به اینها نائل شدم، بلکه همه را نعمت خداوند بداند و نعمت خداوند را با خلق الله مخصوصا مستمندان به اشتراک بذارد. المال مال الله و الخلق عیال الله. قرآن کریم خیلی در زیاد در جای جای قرآن کریم توصیه به انفاق شده است. از همین آیات اول اشاره به انفاق شده است تا آیات دیگر، مخصوصا اون آیاتی که اون آیه شریفه که می فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربى والیتام والمساکین. انسان نیکوکاری آن نیست که روی به جانب مشرق یا مغرب کنید، ولکن البر من آمن بالله، لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و دارایی خود را در راه دوستی خداوند به خیشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و مستمندان بدهد. یعنی انسان بر و انسان خوب این است که در کنار ایمان به غیب و در کنار خداپرستی تقوای مالی داشته باشد. تقوای مالی، تقوا این نیست که انسان گناه جسمانی نکند، بلکه مال و منال که خدا به انسان میدهد او را، مال و منال را در راه درست
به مستمندان برساند. این از تقوای مالی، یعنی قلب انسان پاک باشد، آراسته به تقوا باشد، از محبت زر و سیم و نقره و طلا و لذات و خوشی ها و امکانات دنیا انسان قلبش پاک باشد، تقوی القلوب داشته باشد، تقوای دل داشته باشد، در دلش غیر خدا و انوار غیبیه و حقایق معنوی چیزی دیگر در قلب انسان مؤمن لانه نکند، حب دنیا در قلب انسان لانه نکند و شهوات و لذات و هوا و هوس و زرپرستی و اینها را از خود دور کند، این انسان تقوای مالی دارد. خودن للمتقین یعنی تقوا داشته باشد. یکی تقوا ایمان به غیب است، دوم اقامه نماز و سوم تقوای مالی که ينفقون اهل انفاق باشد. علاوه بر انفاقات یعنی وجوهات شرعیه، هر آن چیزی که به دست انسان میرسد انسان با مستمندان به اشتراک بگذارد، بگوید اینها مال من نیست، مال خدا هست، امانتی است از جانب خداوند که به مستمندان برسانم، طوری برسانم که آنان تحقیر نشود و من گرفتار عجب خودخواهی نشوم و این را وظیفه خود بداند و در این راستا در واقع نهایت اخلاص و همت داشته باشد. لیس البر ان تولوا وجوهکم، اگر دنبال بر هستید، یکی از مسائل بر این است که و آت المال، مال خودش را بدهد، علی حبهی، اگرچن اون مال را در راه علی حبهی یعنی در راه دوستی خداوند مصرف کند، به سوی برای ذوی القربا، به خیشان و الیتاما، به یتیمان و المساکین و ابن السبیل و سائلین، سائلین یعنی محتاجان و فرقاب، در راه آزاد کردن بندگان. ببین در راه آزاد کردن بردگان، آنانی که میگن اسلام با بردهداری چرا مخالفت نکرده است، در جای جای قرآن کلمه رقاب آمده است، رقبه آمده است، فک و رقبه، انسان مال خودش را در راه آزاد کردن انسانها بدهد. بله تقوای مالی این است، لیس البر ان تولوا وجوهکم، یا در جای دیگر میگوید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ما هزار دلار مثلا سرمایه ما شود، یک دلار آن را اگر انفاق کنیم چقدر خوشحال هستیم و احساس میکنیم که ما انسان خوب شده ایم. قرآن میگوید که هر چی که دوست داری، اون چیزهایی که دوست داری اونها را بده. با یک هزارم مال را انفاق کردن به کمالات بندگی نمیرسی، هرچی داری انفاق کن، حب دنیا را از قلب خودت برکش و بیرون کن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و مخصوصا در اون آیه شریفه در سوره دهر آمده است که آت المال علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا که در واقع اولین شاگردان مکتب وحی هستند، حتی با این که روزه دار بودند اون غذایی که برای خیش آماده کرده بودند اون را به یتیم و مسکین و اسیر می دادند. در جای جای قرآن انفاق ستوده شده است، خداوند به ما توفیق بدهد که هرچی داریم برای خداوند و برای خلق الله به مصرف برسانیم. انسان مؤمن ارتباطی دارد با خداوند و ارتباطی دارد با خلق، سیر الالله دارد و سیر به سوی خلق، در میان خلق اوصاف الهی را به نشر میرساند و به نمایش میگذارد. مخصوصا جود و تقوا و انفاق از انسان مؤمن به اطرافیان و جهانیان و جامعه میتراود و میتابد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.